8. احساس خوشنودی. من که ده ها هزار نفر را در سراسر جهان راهنمایی کرده و آموزش دادم، می توانم به شما بگویم که اصلی ترین و مهمترین شرط لازم برای زیستن بهترین زندگی آن است که از خودتان خوشنود باشید. ما که در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که همواره در بیرون از خود دنبال راه‌های بیشتر، بهتر و متفاوتی می‌گردیم تا از خودمان خوشنود باشیم، اغلب به احساس درونی‌مان بی‌توجهی می‌کنیم و آن را کم اهمیت می‌شماریم. اما تأکید می‌کنم که برخورداری از عزت نفس بالا بزرگترین یار ماست. وقتی از آن کسی که هستیم احساس رضایت داریم، انرژی جذاب و غیر قابل انکاری در پیرامون انتشار می دهیم که هرچی را می خواهیم به سوی ما جذب می کند. کسانی که دلمان می خواهد با آنها تماس بگیریم، به گونه سحرآمیز در زندگی ما پدیدار می شوند. افکار و گام های لازم بعدی برای انجام طرح‌هایمان به سادگی پیش می‌آیند. روابط ما با دیگران، حتی کسانی که در گذشته با آنها مشکل داشتیم، سبکتر و نشاط‌بخش‌تر می‌شود. هنگامی که با خودمان بخشنده و مهربان هستیم و به خودمان احترام می‌گذاریم، این اعتماد به نفس را داریم که بیرون برویم و هرچه را در زندگی می‌خواهیم به دست آوریم. خوشنودی از خود ما را توانا می کند تا زندگی سرشار و توأم با موفقیت و رضایت داشته باشیم. وقتی آن کسی را که هستیم دوست داریم و محترم می شماریم، طبیعتاً احساس می کنیم به اندازه ارزشمندیم که به تمامی آرزوهایمان برسیم. در این حالت قادریم اعتراف کنیم که هم کامل هستیم و هم ناقص، و میپذیریم که گهگاه نیز بد اخلاق باشیم، در کارهایمان شکست بخوریم و دچار اشتباه شویم. هنگامی که عزت نفس ما بالاست، خود به خود موفقیت‌هایمان را میپذیریم، افکار تقویت کننده داریم و چنان رفتار می کنیم که به افزایش اعتماد به نفس ما بیانجامد. هنگامی که از خودمان خوشمان می آید، انتظارات غیر واقع بیناره را کنار می گذاریم و در واقعیت قدم بر می داریم. حد و مرزهای مفیدی تعیین می کنیم و فقط کارهایی را بر عهده می گیریم که احتمال موفقیت در آنها را داریم. وقتی نسبت به نیتمان صادقیم و با تجسمی که از خود آرمانیمان داریم هماهنگ هستیم، این فرصت را به خودمان می‌دهیم تا برای خود مشخص کنیم چه می‌خواهیم و چرا آن را می‌خواهیم. سپس برنامه و ساختاری می‌آفرینیم تا مطمئن شویم در میان راه گم نخواهیم شد. اگر مایل هستیم که دل جوان، ذهن سالم و روحیه نیرومندی داشته باشیم، باید از خودمان خوشمان بیاید. عزت نفس بالا توان ما را آزاد می کند تا امکانات نهفته خود را نشان دهیم. مطمئن به عرصه زندگی وارد شویم و آنچه را می خواهیم به دست آوریم. همان گونه که احتمالاً می دانید، هنگامی که همه چیز بر وفق مراد شماست، ساده است که از خودتان خوشتان بیاید. وقتی حساب بانکیتان پر است، اطرافیانتان با شما خوشرفتار هستند، شغلتان عالی است، فرزندانتان خوشحال هستند و صورت حسابها به موقع پرداخت می شوند، احساس رضایت از خود عجیب نیست. اما دشوارتر آن است که خود را با وجود نقص‌هایتان بپذیرید.
آیا می توانید تجسم کنید حتی زمانی که احساس بی‌ارزشی، ناامنی و ترس می کنید از خودتان خوشتان بیاید؟ یا چنان خود را محترم بشمارید که حتی هنگام حسادت یا خشم با دیده مهر به خودتان بنگرید؟ آیا عالی نیست اگر بتوانید حتی آنگاه که کاری را در موعد مقرر به پایان نمی رسانید یا برخلاف قولتان به تماشای بازی فوتبال فرزندانتان نمی روید باز هم خودتان را بپذیرید؟ مادام که با احساس گناه، قضاوت، شک و تردید، تضاد یا شرمندگی به خود می نگرید، در جهان بیرون پی عشق و تأییدی که از خود دریغ داشته ایم می دویم و در نتیجه موفقیت و رضایت از ما می گریزد. یکی از بزرگترین حقایق معنوی که می توانم با شما سهیم شوم این است که جهان بیرون ما آینه ای از جهان درون ماست. هر لحظه جهان بیرون احساسی را که نسبت به خود داریم به ما باز می تواند. این بدان معناست که هرچه در درون با خودمان خوشرفتارتر شویم، مردم در بیرون با ما خوشرفتارتر خواهند شد. شاید این نکته شگفت‌آور به نظر برسد، اما احتمالاً این نکته را تجربه کرده اید. کافیست به آن هنگام که پیش آمده بدی برایتان روی داده فکر کنید. برای نمونه شاید از این که دوستی شما را ترک یا به شما بی احترامی کرده یا کسی به حقوق شما تجاوز کرده بود غمگین بودید. شاید هم از بی پولی یا از دست دادن شغلتان ناراحت بودید. درباره حالی که داشتید و انرژی که شما را در بر گرفته بود بیاندیشید. شاید متوجه شده باشید که وقتی در درون ناخوش بودید، افراد، شرایط و تجاربی را به سوی خود جلب می کردید که بااستاب همان احوال بد بودند. هنگامی که از خودتان خوشتان می آید نیز وضعیت به همین ترتیب است. به آن هنگام که خوشحال بودید و به زندگی مشتاق بودید، به آن روزی که حالتان خیلی عالی بود فکر کنید، یا آن زمان را به خاطر آورید که همه شما را حمایت و تحسین می کردن. هنگامی که هرچه می خواستید داشتید، آنگاه که از زندگیتان راضی و خوشحال بودید، شاید در آغاز یک کار مخاطره‌آمیز یا طرح جدید قرار داشتید، یا تازه فهمیده بودید که به زودی صاحب فرزند خواهید شد. شاید هم به تازگی با کسی آشنا شده بودید که احساس می کردید مرد یا زن رویاهای شماست. آیا به یاد دارید که آن روز جهان چقدر به چشمتان زیبا بود؟ آیا می توانید به یاد آورید که مردم چقدر بهتر، مهربانتر و مددکارتر به نظر می رسیدند؟ تمامی ما روزهایی داشته ایم که جهان برایمان مکان زیباتری به نظر می رسید، اما گاهی متوجه نیستیم که این ما بودیم که آن تجربه را آفریدیم. در آن روزها حالمان عالی بود و خوشبین بودیم و در نتیجه انرژی مثبتی در جهان انتشار می دادیم که تجربه های مشابه و همسان تجارب خودمان را به سوی ما جذب می کرد. هنگامی که از خودمان خوشمان می آید، با انرژی پرشور و مشتاق هستیم و در آنجا که پیشتر محدودیت می دیدیم، امکانات را می بینیم. به شما یادآوری می کنم که هر لحظه می توانید به این احساس دست یابید، زیرا در واقع این جا به جایی درون شما رخ می دهد. اگر می خواهید 365 روز در سال منبع الهام خود باشید، باید متوجه شوید که شما این توان را دارید که به خودتان احساس خوشی بدهید، به این ترتیب که با خود همان گونه رفتار کنید که دوست دارید دیگران با شما رفتار کنند. یعنی اگر قدردانی، احترام، عشق یا درک بیشتری می‌خواهید، باید وقت صرف کنید و این احساسات را اول در وجود خودتان پرورش دهید.
قبلا گفتم که خوشبختی کاری درونی است و دوست دارم اضافه کنم هر چیزی که میخواهید خوشبختی، موفقیت، پول، رابطه عاشقانه یا شادی نیز کاری درونی است و با احساس رضایت از خود آغاز می‌گردد. هنگامی که متعهد می‌شوید به خودتان احترام بگذارید، کل هستی به روی شما گشوده می‌شود. اکنون ممکن است از خودتان بپرسید چه کاری می‌توانم بکنم تا از خودم خیلی خوشم بیاید، تا از درون خوشنود باشم. ابتدا باید درک نمایید که هر روز فرصت‌های بیشماری خواهید داشت تا مواردی را انتخاب کنید که عزت نفس خود را افزایش دهید و از خودتان بیشتر خوشتان بیاید، یا مواردی را انتخاب کنید که احساس ارزشمندی شما را کاهش دهند. به یاد داشتن نیت، هماهنگ ماندن با تجسمی که از خود داشتید، پیروی از برنامه و منظم بودن در تمرین لنگرگاه‌های صداقت، همگی ابزارهای با ارزشی هستند که خوشنودی از خود را تضمین می کنند. تعیین اهداف قابل اندازه‌گیری و عمل کردن به وعده هایتان از جمله کارهایی هستند که موجب تقویت عزت نفس شما می شوند. با این انتخاب که ویژگی هایی را که در دیگران می ستایید در خود تقویت کنید، عزت نفستان را می سازید. قدردانی از آنچه دارید و کارهایی که کرده اید کاری است که می توانید هر روز انجام دهید تا از خودتان کاملا خوشنود شوید. یکایی که این رفتارها بر احساس درونی شما تأثیر دارد. هر رفتاری مؤثر است. هیچ نکته ای را نادیده نگیرید. حتی انتخابهایی که هیچ کس درباره آنها نخواهد دانست و نکات ریزی که فکر می کنید مورد توجه نخواهند بود، قدرت و توان آن را دارند که احساس شما را درباره خودتان و در نتیجه درباره زندگیتان تغییر دهند. در این باره چنین فکر کنید: اگر 12 ماه بعد در عمیق‌ترین سطح وجودتان بدانید که چقدر با ارزش و شایسته هستید، اگر پذیرای کاستی‌هایتان باشید و با دیده مهر به آنها بنگرید، اگر هر روز کاری کنید که شما را کمی به اهداف و آرزوهایتان نزدیکتر کند و از موفقیت‌هایتان احساس سربلندی کنید، اگر تا 12 ماه بعد همان کسی باشید که همواره آرزو داشتید بشوید، آیا امسال را سالی بسیار عالی به شمار نمی آورید؟ بهترین سال زندگیمان از ما می خواهد پیوسته افکار، رفتارها و کارهایی را برگزینیم که عزت نفس ما را تقویت کند. هنگامی که این انتخاب نیروبخش را برمی گزینید که کارهایی کنید که به شما احساس سربلندی بدهد، قادر خواهید بود با اطمینان برخیزید و از جهان بیکران بخواهید همه آنچه را که شایسته است هستید به شما بدهد. اقدام کنید. از خودتان خوشنود باشید. رفتارها، عادتها و انتخابهایی را که پیوسته انجام می دهید و خودانگاره شما را تضعیف می کند یا موجب می شود که از خودتان بدتان بیاید، صادقانه بررسی کنید. به یاد داشته باشید که بهترین سال زندگیتان بر شالوده عزت نفس بالا ساخته می شود. در آغاز هر روز زمانی را به این کار اختصاص بدهید که انتخابها و کارهایی را که می توانید انجام دهید که موجب تقویت عزت و نفس و خوشنودی شما از خودتان شود را بررسی کنید. متعهد شوید که هر روز دست کم 3 کار که عزت نفس شما را تقویت می کند انجام دهید. 9. مطالبه لحظه. طی هفته گذشته در مجموع 168 ساعت یعنی بیش از 10,000 دقیقه زندگی کردید.
اما چند دقیقه از آن 10,000 دقیقه که تجربه کردید به راستی به یاد ماندنی هستند. چند دقیقه آنقدر قابل توجه بودند که آنها را تا 1 هفته، 1 ماه، 1 سال یا 5 سال دیگر به یاد داشته باشید. آیا هیچ یک از آن 10,000 دقیقه را تا آخر عمر به خاطر خواهید داشت؟ لحظات زندگی برای بیشتر ما می لغزند و از دست می روند بی آنکه به آنها توجهی داشته باشیم. ما به اندازه گرفتار تلاش برای زنده ماندن و انجام کارهایی که برای خودمان تعیین کرده ایم هستیم که درک نمی کنیم. این لحظه تنها چیزی است که داریم. ما برای به انجام رساندن کارها شتابان به پیش می رویم و کسانی را که در زندگی من هستند بدیهی می شماریم. ما فراموش می کنیم چه چیزی واقعا مهم است و در حالی که برای پیشی گرفتن به جلو می تازیم فرصت آن را نداریم که موفقیت های من را مزه مزه کنیم یا موهبت های زندگی من را قدر بدانیم. فقط یک لحظه کافی است تا واقعیت ما کاملا دگرگون شود. در یک لحظه ممکن است از محل کار اخراج شویم. به فرزندان خود احساس ناامنی بدهیم. زیر بار قرض برویم یا به دام وسوسه هایی بیفتیم که زندگی ما را به نابودی می کشاند. در یک لحظه می توانیم زمین بخوریم و سرمان شکاف بردارد. عزیزی را در تصادف از دست بدهیم. بفهمیم که صمیمی ترین دوستمان سرطان دارد یا متوجه شویم که شریکمان همه سرمایه شرکت را اختلاس کرده است. فقط یک لحظه کافی است تا جهان ما در برابر چشمانمان واژگون شود. اما بیشتر ما این واقعیت را انکار می کنیم و آنچه را داریم بدیهی می شماریم. در طبیعت ماست که باور کنیم هرچه را داریم همیشه خواهیم داشت. بیشتر ما درباره شکننده بودن خود و غیر قطعی بودن زندگی به شدت در انکار هستیم. وقت گرانبهاست. هنگامی که متوجه این نکته شویم به اهمیت مطالبه هر لحظه پی می بریم. هر لحظه این امکان بالقوه را داراست که به یاد ماندنی باشد. تمامی ما این قدرت را داریم که از کاری که انجام می دهیم دست بکشیم و در جستجوی راهی باشیم که هر لحظه را خاص کند. اگر هر روز درنگ نکنیم و برخی از این لحظات را مطالبه ننماییم از کنارمان رد می شوند و دیگر دست ما به آنها نخواهد رسید. برای آنکه امسال را بهترین سال زندگیمان کنیم، باید از هر فرصتی برای لذت بردن از جزئیات زندگی بهره بگیریم. این لحظات ویژه ما را در بر گرفتند و می توانند مانند هر روز صبح تماشای طلوع خورشید در تخت خواب بسیار ظریف باشند یا مانند مشاهده فرزندانمان که شمع‌های کیک تولد 4 سالگیشان را پود می کنند بسیار شگفت آور باشند. هنگامی که با نامزدم گری آشنا شدم به اهمیت مطالبه لحظه پی بردم. او مدام درنگ می کند تا لحظات را مطالبه نماید. تقدس هر تجربه را لمس کند و با ذهن با یا دوربین تصویر از جایی که هستیم و کاری که می کنیم بردارد. گری به طور فطری ارزش لحظات را ارج می گذارد و برای بیاد سپردن هر لحظه می کوشد. یکی از عبارات مورد علاقه او این است: زندگی یک فیلم نیست، بلکه ردیفی از عکس های فوری است. در هر کجا یا به هر کاری که مشغول باشیم، گری از خود بیرون می آید و این لحظات تصویری را به حافظش می سپارد. به تازگی این افتخار را داشتم که یک دوره 7 روزه را در یک کشتی تفریحی برگزار کنم. گری من و بسیاری از مربیانی که به آنها آموزش می دهم و کسانی که برای شرکت در دوره آمده بودند کنار هم بودیم. دوره بسیار پرثمر و شگفت‌آوری داشتیم.
و هنگامی که سفر ما تقریبا به پایان رسیده بود، گری از من پرسید چه خاطره ای از این سفر خواهم داشت. او میخواست بداند که کدام یک از 10,000 لحظه ای را که کنار هم گذرانده بودیم برایم خاص‌تر است. چند دقیقه به این پرسش فکر کردم و با کمال تعجب دیدم که نمیتوانم هیچ کدام از مواردی که این سفر را خاص کرده بود به یاد بیاورم. لحظاتی که این یک هفته را خاص کرده بود، در یک هفته غذا خوردن، رقصیدن، گفتگو، آفتاب گرفتن و همه کارهای عالی دیگری که کرده بودیم محو شده بود. اما پرسش گری این بود که من 12 ماه بعد به طور خاص چه خاطره ای از این دوره به خاطر خواهم داشت و کدام یک از تجربیاتی که داشتیم تا آخر عمر در ذهنم باقی خواهد ماند. هنگامی که متوجه شدم نمیتوانم به طور دقیق مشخص کنم چه موردی این سفر را این اندازه خاص کرده است، فهمیدم که گری طی بیش از 1 سال میکوشد چه نکته ای را به من آموزش دهد. اگر این لحظات را مطالبه نمی کردم، خاص نمی انگاشتم و واقعا تصویری ذهنی از آنها بر نمی داشتم یا به بیان دیگر کانون توجهم را دقیق نمی کردم و لنزی را که زندگیم را از طریق آن تجربه می کنم تنظیم نمی نمودم، تمامی لحظه ها درون حافظه و در بخش عالی بود گم می شدند. با کمال شگفتی متوجه شدم اگرچه هفته ای را گذرانده بودم که در 1 سال گذشته بی نظیر بود، اما لحظات اندکی از آن را با چنان عمقی مطالبه کرده بودم که تا 5 سال بعد به یاد داشته باشم. در حالی که بر عرشه نشسته بودم و به دریا می نگریستم، متوجه شدم در عمرم سفرهای فراوانی کردم به خاطره خاصی از هیچ کدام ندارم. می توانستم الاغ سواری سنتورینی در 15 سال پیش را به یاد بیاورم، اما به خاطر نداشتم که چه کسی کنارم بود یا به کجا رفتیم یا چه چیزی آن لحظات را این همه خاص کرده بود. البته رویدادهای فراوانی در زندگیم را به گونه‌ای دقیق به یاد دارم، اما آنها رویدادهای بسیار بزرگی هستند که هرگز فراموش نخواهم کرد. مانند لحظه تولد اولین فرزندم یا زمان چاپ نخستین کتابم. آنچه سرانجام پس از بارها گوشزد و پافشاری گری درک کردم این بود که هر روز لحظات خاصی را در بر دارد. شاید این لحظات خاص حرف بامزه‌ای باشد که پسرم میگوید، یا قدردانی یک نفر از کاری که می کنم و کمکی که به او شده است، یا هنگامی که من و دوستی با هم قهوه می خوریم و به تماشای یکی از روزهای زیبای لاهویا می نشینیم، شاید گفتگوی ساده‌ای با مادرم و در آغوش کشیدن همدیگر به هنگام خداحافظی باشد. اما اگر هنگامی که این رویداد خاص در حال وقوع است درنگ نکنم و آگاهانه هر لحظه‌اش را مطالبه ننمایم، به احتمال زیاد آن را فراموش خواهم کرد. این رویداد نیز در دریایی از هزاران خاطره دیگر رنگ می‌بازد و جزء بی اهمیت و مبهمی از گذشته‌ام می‌شود. از آن پس کار من شروع شد. خودم را متعهد کردم که به یاد بیاورم در این سفر دریایی چه مواردی به راستی برایم با معنا بود و توجه داشته باشم که درنگ کنم و هر لحظه را مطالبه نمایم و به هر تجربه‌ای جای مناسب در حافظه دراز مدت خود بدهم. برای این کار باید رویدادها را تشخیص می دادم. به این موضوع فکر می کردم که چه نقطه آن را خیلی خاص کرده است و سپس تصویری از آن را در ذهنم جا می دادم. یعنی باید به خاطر می سپردم که چه کسی آنجا بود، چه اتفاقی رخ داد و می دارم چه چیزی را در آن باره به یاد بسپارم.
به مرور رویدادهای هفته گذشته پرداختم و همه کارهایی را که با هم انجام داده بودیم علق کردم تا لحظات خاصی را که می‌خواستم به عنوان لحظات خاص خودم مطالبه و تا آخر عمر حفظ کنم تشخیص دهم. از خودم پرسیدم چه تجارب، اشخاص، مکانها، غذاها یا تفریحاتی این سفر را آنقدر خاص کرده است. پس از 10 دقیقه بررسی تمامی کارهای هر روز متوجه شدم چند رویداد خاص وجود دارند که میل و نیاز دارم آنها را مطالبه کنم و به ذهنم بسپارم. میخواستم آن شبی را که من و گری بر عرشه نشستیم و مریخ را که طی 60,000 سال گذشته در نزدیکترین فاصله از زمین قرار داشت تماشا کردیم که آسمان را روشن و سرخ رنگ کرده بود، آن لحظه را که باد وزید، ابرها آمدند و قطرات باد شروع به بارش کردند، به روشنی به یاد بیاورم. متوجه شدم اگر همکنون آن شب را مطالبه نکنم و تصویری ذهنی از آن تجربه برندارم به کلی از دست خواهم داد. البته ممکن بود رویدادی در آینده رخ دهد که خاطره آن شب را به یاد آورد، اما این لحظه چنان خاص بود که نمی‌خواستم آن را به قضا و قدر بسپارم. این یکی از لحظات بیادماندنی فراوانی بود که آن روز مطالبه کردم. بهترین سال شما از مجموعی از این لحظات که به عنوان خاص مطالبه می کنید و به آگاهیتان می سپارید تشکیل می شود. با مطالبه کردن لحظه چند مورد رخ می دهد. 1. متوجه همه خوبی هایی که همکنون در زندگیتان رخ می دهند می شوید. 2. متوجه رویدادها و مواردی که به طور مرتب در زندگیتان رخ می دهند و شاید بدیهی می شوارید بشوید. 3. و شاید از همه مهمتر، با مطالبه لحظه در واقع مسئولیت ایجاد این لحظات خاص را می پذیرید. مطالبه لحظه شما را وامی دارد تا جستجو کنید، این لحظات خاص را بیابید و آنها را عزیز بدارید. بر صفحه نمایشگر رایانه این عبارت در حرکت است: این لحظه را مطالبه کن، چرا که اگر این آگاهی و نظم را داشته باشم که هر روز فقط 2 لحظه خاص را مطالبه کنم، تا آخر هفته 14 و تا آخر سال 728 لحظه چشمگیر در حافظم خواهم داشت و می توانم به پشتوانه آنها امسال را بهترین سال زندگیم اعلام کنم. لحظات لحظاتی بیش نیستند و رویدادها نیز فقط رویدادهایی هستند، اما وقتی متوجه شویم حتی یکی از آنها تکرار نخواهد شد، هنگامی که کاملا از ارزش آن رویداد آگاه باشیم و انتخاب کنیم که آن را لحظه خاص و بیادماندنی بنامیم، آنگاه آن رویداد و آن لحظه خاص می شود. برای نمونه، هنگامی که با همان دوست همیشگی به همان پیاده روی همیشگی می رویم و به آسمان می نگریم و می بینیم که شاهینی بر فراز ما در پرواز است، می توانیم لحظه درنگ کنیم و زیبایی طبیعت را بستاییم. آنگاه می توانیم به پیرامون و به کسانی که کنار ما هستند بنگریم، از نقشی که در زندگیمان دارند سپاسگزار باشیم، نفس عمیقی بکشیم و لحظه را مطالبه کنیم. حتی شاید چون قصد داریم که آن لحظه را با آگاهیمان بسپاریم، دلمان بخواهد که آنان را در آغوش بگیریم یا به آنها بگوییم که چقدر دوستشان داریم و قدرشان را می دانیم. هنگامی که به مطالبه لحظه متعهد هستیم، به تجربیات روزمره و عادی با چشمی خاص می نگریم و آنها را به شکل تجربه های شگفت آور می آفرینیم و ابداع می کنیم. در این صورت ما جاذب پدیده های خاص و منحصر به فرد می شویم. لنزی که از طریق آن زندگی را تماشا می کنیم جا به جا می شود و در هر لحظه خدایی می گردیم. زمانی که با چشمانی نو می بینیم و
وقتی به موهبت هایی که در اختیار داریم آگاه هستیم، هنگامی که هر روز لحظات تازه و صمیمانه ای را می آفرینیم، در واقع سفری در جستجوی معنا را آغاز کرده ایم. این هنر تبدیل لحظات معمولی زندگی به لحظات شگفت آور است. اقدام کنید، این لحظه را مطالبه کنید. هوشیاری و آگاهی بیشتری را به لحظات روز خود بیاورید. هنگامی که متوجه می شوید در حال گذراندن لحظه ای هستید که از اهمیت خاصی برخوردار است، درنگ کنید و آن را همچون نفس فرو ببرید. در سکوت یا با صدای بلند به خود بگویید: من این لحظه را مطالبه می کنم. آنگاه به خودتان اجازه دهید که کمی بیشتر از حد معمول آن تجربه را مزه مزه کنید و ببینید که چه چیز آن خاص است. آن لحظه را حس کنید، آگاهانه آن را ضبط نمایید و برخلاف همیشه با سرعت به لحظه بعدی نشتابید. ببینید برای آن که هر روز در جستجوی لحظات بیادماندنی باشید یا چنین لحظاتی را بیافرینید و آنها را مطالبه نمایید، چه کار باید بکنید؟ باید در پی چه باشید؟ کدام بخش از آگاهیتان باید جابجا شود؟ هر روز دست کم دو لحظه را به عنوان لحظات خاص خود مطالبه کنید.